سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب پنجشنبه 23 دی ماه در 357 شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. جشن تاریخی در اردوگاه آبی. قهرمانی استقلال در نیم فصل بعد از یک دهه انتظار. تیم فوتبال استقلال امروز با 3 گل از سد نفت مسجد سلیمان گذشت تا با 35 امتیاز به حضور مقتدرانه خود در صدر جدول ادامه بده. حضوری که به معنای قهرمانی آبی پوشان تهرانی در نیم فصل نخست رقابت هاست. گل‌های استقلال رو در این بازی امیر حسین حسین‌زاده 2 بار و کوین یامگا به ثمر رسوندند. آخرین بار در فصل 1390-91 بود که استقلال تحت هدایت پرویز مظلومی موفق شد نیم فصل اول رو در رتبه اول جدول به پایان برسونه. در اون فصل آبی‌های پایتخت قهرمان جام حذفی شدند، اما در نهایت لیگ برتر رو با حضور در رتبه سوم به پایان رسوندند. اکنون یک دهه از اون زمان میگذره و فرهاد مجیدی به عنوان مغز متفکر روی نیمکت آبی ها روند ناکامی استقلالی ها رو متوقف کرده و تیم تحت رهبریش رو به قهرمانی در نیم فصل رسونده. پیام خبرساز آقای لژیونر: بدون هیچ شرطی پرسپولیسی میشوم. رامین رضاییان از چند هفته پیش در خصوص بازگشت به لیگ برتر ایران ابراز علاقه کرده و قصد داره دوباره پیراهن پرسپولیس رو بپوشه. در همین راستا خبر ورزشی مدعی شده که اون با دوستان نزدیک خود این مسئله رو در میون گذاشته و حتی از طریق واسطه ها پیغام‌هایی هم میان اون و کادر فنی پرسپولیس رد و بدل شده. حتی گفته میشه رضاییان برای بازگشت شرط و شروطی هم نداره و حاضره در مورد مسائل مالی هم تخفیف بده. رامین البته برای بازگشت به پرسپولیس اهدافی هم در سر داره. اون در سال منتهی به جام جهانی دوست داره جایی بازی کنه که بیشتر در چشم باشه تا بتونه نام خود رو در لیست مسافران قطر 2022 قرار بده. پرسپولیس در تعقیب رقیب سنتی. در چارچوب هفته 15 لیگ برتر، پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان فجر شیراز بود که این جدال در پایان با برتری 1-0 سرخپوشان به پایان رسید. تک گل پرسپولیس رو در این مسابقه مهدی ترابی در دقیقه 68 به ثمر رسوند. شاگردان یحیی گل محمدی با این پیروزی 32 امتیازی شدند و با قرار گرفتن در رده دوم جدول نزدیکترین تعقیب کننده استقلال در صدر لقب گرفتند. فجر هم با این شکست با همون 12 امتیاز در رده 14 جدول جا خوش کرد. حرکت زیبای سرخ پوشان برای آل کثیر. پرسپولیس امروز در حالی برابر فجر سپاسی به میدون رفت که عیسی آل کثیر به دلیل مصدومیت سرخ‌ها را همراهی نمی‌کرد. چهره‌ای که در بازی قبلی پرسپولیس از ناحیه رباط صلیبی مصدوم شد و حالا باید به مدت 6 ماه از میادین دور باشه. سرخپوشان تهرانی به همین دلیل پیش از شروع جدال با فجر با تیشرتی که روی اون عکسی از آل کثیر چاپ شده بود سعی کردند به مهاجم و همتیمیشون روحیه بدند. روی این تیشرت خطاب به مهاجم سرخا نوشته شده بود: با قدرت برمیگردی. بازگشت سرخابی ها به لیگ قهرمانان آسیا. در حالی که همه فوتبال دوستان تقریباً از بازگشت دو تیم مطرح پایتخت به لیگ قهرمانان آسیا قطع امید کردند، خبر ورزشی در ادعای پر سر و صدا از احتمال بازگشت سرخابی ها به این رقابت ها خبر داد. بر اساس این ادعا طی روزهای گذشته نماینده وزارت ورزش به همراه وزارت سمت و وزارت اقتصاد و دارایی که استقلال و پرسپولیس به این دو وزارت خونه واگذار شده به مالزی سفر کرده و جلسات فشرده‌ای را با مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار کرده.
خبر ورزشی در ادامه از این گفته که نفرات اعزامی با ارائه تضامین لازم و دادن تعهدهای مورد نظر AFC موافقت ضمنی کنفدراسیون فوتبال آسیا را برای بازگشت پرسپولیس و استقلال به فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا دریافت کردند. با این وجود حسین شریفی سخنگوی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار ایرنا با رد این شایعه گفت این مطلب رو ما در فضای مجازی دیده ایم اما تا این لحظه خبری در این خصوص وجود نداره و اگه قرار باشه چنین اتفاقی بیفته رسما به ما اعلام و ما هم اطلاع رسانی میکنیم ولی تا این لحظه خبری در این خصوص به دستمون نرسیده. ترس یحیی از بازی دادن به ستاره‌های تاجیک. اظهاراتی که سرمربی باشگاه پرسپولیس روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی قبل از دیدار با فجر در مورد دلایل بازی ندادن به دو بازیکن تاجیکستانی این تیم به زبون آورد نشون داد که محرومیت سرخپوشان تهرانی به دلیل پرونده نیجریه‌ای قطعی شده. یحیی گل محمدی در همین خصوص گفت می ترسیم از هنانوف و سفروف استفاده کنیم چون هنوز درباره استفاده قانونی از اونها به ما جواب قطعی ندادند. خود باشگاه هم تردید داره که آیا می تونیم از اونها استفاده کنیم یا نه. می ترسیم استفاده کنیم و حریفان شکایت کنند و بازی ها 3-0 به ضرر ما بشه. فرهاد مجیدی دوباره برادرش را جریمه کرد. تیم فوتبال استقلال در حالی برای برگزاری آخرین دیدار نیم فصل خود به مسجد سلیمان سفر کرد که فرزاد مجیدی دستیار فرهاد کاروان این تیم رو همراهی نکرد. سرمربی آبی پوشان تهرانی که پیش از این هم فرزاد رو به دلیل بی‌انضباطی جریمه و در حدود 2 هفته از حضور در تمرین منع کرده بود برای دومین بار برادرش رو به دلیل اونچه بی‌انضباطی خونده شده جریمه و از همراهی تیم محروم کرد تا بار دیگه نشون بده برای حفظ نظم تیمی با هیچ یک از اعضای باشگاه شوخی نداره. مقصد هافبک جدایی طلب استقلال مشخص شد. بابک مرادی هافبک جدایی طلب استقلال بعد از 2 جلسه با مدیران این باشگاه برای جدایی از جمع آبی پوشان به توافق رسید. این بازیکن از تیم‌های هوادار و آلومینیوم عراق پیشنهاد داره اما طبق شنیده‌ها در نیم فصل دوم با پیراهن باشگاه تهرانی به میدون خواهد رفت و بدین ترتیب شاگرد غلامرضا عنایتی در این تیم خواهد شد. قابل ذکر تصمیم در خصوص انتقال قرضی یا قطعی این چهره به زودی توسط مسئولان باشگاه اتخاذ و اعلام خواهد شد. خطر کسر امتیاز بیخ گوش زوباهن. تیم فوتبال زوباهن بعد از جدایی رحمان رضایی سرمربی سابق این تیم اقدام به تسویه حساب با اون نکرد و این موضوع منجر به شکایت رضایی از باشگاه زوباهن شد. بعد از طی مراحل قانونی این شکایت کمیته انضباطی باشگاه اصفهانی رو به پرداخت مبلغ قرارداد رضایی محکوم کرد، حکمی که به تایید کمیته استیناف هم رسید. اکنون با توجه به اتمام مدت تعیین شده از سوی کمیته های انضباطی و استیناف برای باشگاه زوباهن و عدم تسویه حساب یا توافق با رضایی، خطر کسر امتیاز به شدت زوبی ها رو تهدید میکنه و در صورت پیگیری رحمان صدور این رأی قطعی به نظر میرسه. تساوی بد موقع سپاهان در عراق به نفع استقلال. در چارچوب هفته 15 لیگ برتر تیم‌های سپاهان و آلومینیوم عراق به مسافه هم رفتند که این جدال با تساوی بدون گل به پایان رسید تا بهترین نتیجه برای استقلال به منظور فاصله انداختن در کورس قهرمانی رقم بخوره. با این نتیجه سپاهان با 29 امتیاز در رده سوم قرار گرفت و آلومینیوم هم با 24 امتیاز جایگاه 4 رو از آن خود کرد. پایان نسبتاً خوش نیم فصل برای آبادانی ها، پدیده هر هفته به سقوط نزدیکتر. در سایر بازی های هفته 15 لیگ برتر هوادار در خانه 2-1 مغلوب صنعت نفت آبادان شد. تا
طلایی پوشان با این پیروزی 19 امتیازی شدند و با فاصله گرفتن از منطقه خطر به رده دهم صعود کردند. هوادار هم با 14 امتیاز در رده 12 قرار گرفت. تیم‌های مس رفسنجان و پیکان بدون گل امتیازات را بین خود تقسیم کردند تا مس با 23 امتیاز در رده 5 بیسته و خودروسازان با 22 امتیاز در جایگاه 6 قرار بگیرند. تراکتور و نساجی هم به تساوی 1-1 رضایت دادند. به این ترتیب تراکتور با 13 امتیاز در رده 13 جای گرفت و نساجی 20 امتیازی به رده 9 چنگ انداخت. زباهن و گلگهر در دیگر مسابقه این هفته بدون گل در پایان 90 دقیقه به کار خود پایان دادند. حالا شاگردان امیر قلعه نوعی با 21 امتیاز 8 هستند و سبزپوشان با 18 امتیاز 11 جدول. در نهایت فولاد با 2 پدیده را از پیش رو برداشت تا با 21 امتیاز به رده 7 برسه و پدیده هم با همون 4 امتیاز نیم فصل نخست رو در قعر جدول به پایان برسه.